25 آبان 1293 در گذشت ستارخان، سردار بزرگ ملی و برجسته ترین سمبول انقلاب مشروطه. 25 آبان سال 1293 قهرمان بزرگ انقلاب مشروطیت ایران خاموش شد. ده خدا در مورد ستارخان می نویسد: ستارخان روی ایران را در اوایل قرن 14 هجری در تمام خارج سفید گردانید. مقاومت سخت این شخص که از طبقه مردم بیرون آمده بود در مدت 11 ماه تمام در مقابل 40,000 نفر قشون بیرحم خونخوار دولتی تولید حس احترام و اعجاب و تحسینی برای او و برای عموم ایرانیان در تمام دنیا نموده که نظیرش را در تاریخ ایران در دو سه قرن اخیر سراغ نداریم. فرستادی ویژه روزنامه تایم چاپ آمریکا به تاریخ 23 سپتامبر 1908 درباره او نوشت: ما ستارخان را با رئیس ستادش ملاقات کردیم. او در اتاق کوچکی زندگی می‌کرد که حتی فرش هم نداشت. او مردی موقر، خوش سیما و نافذ است، با چهره عام هر ایرانی. 45 ساله به نظر می رسد، با صورتی آراسته و اصلاح شده به جز سبیل‌های مشکیش. اصلی ترین شاخص او چشمانش می باشد. او چشمان یک رهبر را دارد، با رنگ فولادی خاکستری و زیر ابروان کشیدش نگاه نافذ خود را به طرف مقابل می دوزد. ما او را هم در شرایط عادی داریم و هم در شرایط بحرانی. در هر دو حالت جذابیت شخصیت او به خوبی بارز بود. او دارای شخصیتی خاص است. او قهرمانی بود که نه تنها مقهور انبوه دشمن نشد، بلکه در بحبوحه سختی، محاصره، فشار و هجوم همه جانبه دشمن شعله مبارزه بر ضد استبداد و دیکتاتوری را فروزانتر کرد. به پایین کشیدن پرچم‌های سفید تسلیم و ذلت در سوالایی است که ستارخان در تاریخ ایران از خود به جای گذاشته است. ستارخان که نقش بسزایی در پیروزی انقلاب مشروطه داشت، با روی کار آمدن دولت سپهدار تنکابونی و با از راه رسیدن میوه چینان و دشمنان استقلال و آزادی به تهران فراخوانده شد و کمی بعد با قانون خلع سلاح مجاهدین که دولت میوه چینان آن را به اجرا گذاشت، طی یک توطئه ناجوان مردانه آماج حملات تازه از راه رسیدگان و عوامل استعمار قرار گرفت. مجاهدانش خلع سلاح و خود مجروح شد و بر اثر همان زخم سرانجام در سال 1293 به دور حیات گفت. او یکی از قهرمانان نامدار ایران بود که مردم هند به نامش سکه زدند. نشریات معتبر جهان مقاله ها درباره اش نوشتند. مردم دیگر کشورهای همسایه ایران داستان ها از قهرمانی هایش ساختند. مردم تهران به رغم خواست حکومتی سردار ملیشان را در شهر ری به خاک سپردند. اول آذر 1386 حمایت 300,000 تن از شیعیان عراق از مجاهدین. روز اول آذر سال 1386 رژیم از همان جایی که اصلا انتظارش را نداشت یک ضربه استراتژیک دریافت کرد، از جایی که آنجا را عمق استراتژیک خود می‌نامید، شیعیان عراق. بیش از 300,000 تن از مردم شیعه استان‌های جنوب عراق با امضای بیانیه‌ای دخالت‌های سرکوبگرانه رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس در استان‌های جنوبی عراق و اتهامات ساخته و پرداخته این رژیم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم کردند. این خبری بود که روز اول آذر ماه سال 1386 خبرگزاری‌ها و کشورهای منطقه آن را به سرعت منتشر کردند. بیانیه تأکید می‌کرد تنها راه حل و چشمانداز امید بخش در عراق
و به خصوص در استانهای جنوبی، خلیت رژیم ایران در پهنه میهنشان عراق است. شیعیان عراق همچنین تاکید کردند اتهامات مطلقاً کاذب شرکت مجاهدین در قتل شیعه عراقی تنها و تنها برای پوشاندن جنایات رژیم ایران و ایادیان در عراق می باشد. شیعیان عراق گفتند در نادرترین خنجری که رژیم ایران به پهلوی ما شیعیان وارد کرده، استفاده شرم‌آور از مذهب شیعه برای رسیدن به اهداف شوم خود می باشد.